همیهنان گرامی، درود بر شما. من مانی هستم. در این روزهای دشواری که بر تغییر سرنوشت ایران پای می فشاریم و بهش باور داریم، موضوع جنگم با طالبان پیش آمده از امروز بامداد. شما زمان این برنامه رو می شنوید که می توانید بگویید از دیروز بامداد، از روز شنبه آغاز شد و در میان اپوزیسیون ایران هم در داخل و هم در بیرون از کشور جریانات و نظرات گوناگونی وجود دارند که گاهی خیلی خیلی به هم نزدیکند، چه در جریان طرفداران نظام پادشاهی که البته آقای بهمن جلدی که از همون جناح هستن و میزگرد ما داشتیم دو هفته پیش شما دیدید، ایشون گفتن که در بدترین وضع ممکن هستن، در تفرقه خیلی خیلی شدید هستن و خیلی به هم پرخاش میکنن جناح‌های گوناگون سلطنت طلب و پادشاهی خواه و هیچگاه به این بدی وضعیت روابطشون نبوده است. خواستید میتونید برید بشنوید گفتگویست بین من با آقای دکتر بهمن جلدی و دوست دیگرمون دکتر هودشتیان. و اما ما میبینیم که در غیاب جمهوری خواهان که به باور من به نظر میرسه که شمارشون خیلی بیشتر از جریانات دیگر سیاسی است و استخاندار هم هستن، سابقه هم دارن، اما همگرایی یا وجود ندارد یا وجود دارد من خبر ندارم، یا وجود دارد شما خبر دارید من ندارم. امروز در یک برنامه با یکی از کنشگران و تحلیلگران امور سیاسی اجتماعی ایران که خود جمهوری خواه هستند، جناب اکبر کریمیان، گفتگوی دارم در این باره که ما بیاییم به جای نفی و نقد و رد بگوییم که جمهوری خواهان اکنون در کجا هستند، گام های مثبتی که برداشتند در سالهای اخیر چیست، کدام هاشون به هم نزدیکترند، چه میتوانند بکنند، آیا واقعا در موقعیتی هستند که بتوانند چند تا چهره شاخص رو به مردم ایران، به نسل جوان معرفی کنند و بگویند که اینا سخنگویان ما هستند و این سخنگویان بتوانند با مردم سخن بگویند و مردم بدانند که شخصیت‌های دیگری هم میتوانند در رهبری ایران در آینده سهیم باشند. خیلی خوش آمدید جناب کریمیان گرامی، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید. میدونم که شما تجربه زیادی در این زمینه ها دارید، دائما در حال رفت آمد و گفتگو هستید با جریانات گوناگون سیاسی جمهوری خواه و حتی غیر جمهوری خواه، چه در داخل ایران و چه در اروپا و بیرون از کشور به طور کلی، و این تجارب شما البته توسط نوشته هایی که منتشر می کنید و اینجا و اونجا سخنانی می گویید به خیلی ها منتقل شده. از این بابت من براستی خوشحالم و امروز خوشنودتر می شوم اگر نظرات شما در همین برنامه و برنامه آینده برای مردم و برای جوانان ایران روشنتر بشه. بسیار خوش آمدید به رادیو تلویزیون مانی. میکروفون رو میسپارم دست شما که آغاز کنید. بفرمایید. ممنون. سپاسگزارم از دعوتتون و عرض ادب میکنم به بینندگان برنامه‌تون. امیدوارم که تندرست باشند و هر چه زودتر ما بتونیم به ایران عزیزمون برگردیم و در کشور علاقمند هستیم با مردم زندگی کنیم. بس کنم خدمت شما، سوال شما یک سوال به ظاهر ساده بود ولی در واقع بسیار بسیار پیچیده بود. اگر من بتونم به نوعی این مسئله جریان‌های مختلف جمهوری خواهی رو برای شما باز بکنم، به چندین شکل اینها مطرح هستند در سطح جهانی. متاسفانه آنچه که جمهوری اسلامی به نام جمهوری اسلامی بر خودش نهاده، به یک سری نیروهایی که در واقع آنچه ندارند جمهوریت و مردم هست، اسم این نام رو بر خودشون گذاشتن.
مثل دزدهایی میمونه که تو خیابون دزدیدند و فرار میکنند و میگن دزدش رو بگیر، یا اینکه خودشون رو در یه لباسی میذارن که مردم مقبولیتی براشون پیدا بشه. به هر حال اینم مسئله خاصی است. در بین جمهوری خواهان سه جریان جمهوری خواهانی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند و خواهان یک کشور دموکراتیک و ملی و آزاد برای تمام مردم ایران هستند، من میتونم تقریبا بگم که سه یا چهار جریان میشه نام بود. یه جریان هایی هستند که اینها در واقع ملاک عملشون متاسفانه هنوز مبارزه ضد امپریالیستی ملاکشون هست و در مبارزه با جمهوری اسلامی این مسئله مبارزه ضد امپریالیستیشون رو مد نظر میگیره. نیروی دیگه هم وجود داره در بین این جمهوری خواهان که اینها هم به نوعی مسئله پهلوی ستیزی و سلطنت ستیزی رو در برابر در کنار این ستیز با جمهوری اسلامی قرار دادن و وارد شدن. و ولی به نظر بنده که من نگاه میکنم با نیروهای داخل کشور، با نیروهایی که الان در زندان هستن، زندانهای جمهوری اسلامی، با نیروهایی که کف خیابان هستن، با نوشتهایی که ما در روی انواع جورنال ها میخونیم، کاملا مشهوده که قوی ترین نیرو و جریانی که در بین جمهوری خواه وجود داره جمهوری خواهان دموکرات و ملی هستن. اینها معتقد به تمامیت ارضی و عدالت اجتماعی، حقوق بشر هستند و از همه مهمتر اینکه خواهان یک سیستمی هستند که این سیستم دوره‌ای، انتخابات مستقیم مردم دوره‌ای و غیر موروثی هست که همیشه مردم توانایی کنترل سیستم و مدیران کشور رو داشته باشند، حالا میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد مجلس باشه، میخواد هر جای دیگه باشه. مثلا در انگلستان ما دو تا مجلس داریم، عوام و اعیان. خب اعیان رو انتخاب کردن انگار مادام العمر همیشه اونجا هست. در سیستم جمهوری یک همچین چیزی رو شما نخواهید دید. این مردم هستن که همیشه عرض کنم خدمت شما که قدرت انتخاب رو دارن، میتونن معیارهایی رو انتخاب بکنن برای خودشون، معیارهای پیش تعیین شده ای نباشه، ایدولوژی در کار نیست جز این که خواسته خود مردم هست و اینکه هر سازمان و هر حزب سیاسی که میخواد وارد بشه نماینده‌های خودش رو معرفی کنه، از به توسط مردم راستازمانی میشه، وعده‌هایی که داده بررسی میشه، اگر این وعده‌ها به وقوع نپیونده خب دیگه رأی بهش نمیدن، دیگه قدرت نمیتونه باشه و از قدرت خارج میشه. این چیز ساده‌ای بود که خواستم عرض بکنم. اما اینکه آیا این جمهوری خواهان میتونن به هم نزدیک بشن؟ قطعا میتونن نزدیک بشن، قطعا میتونن با هم کار بکنن، قطعا میتونن در برنامه دراز مدت کنار هم دیگه بیان. اما شرطش اینه که در کدوم محیط هستن و اولویت هاشون رو به اصطلاح بررسی بکنیم. در شرایطی که الان ما شاهد هستیم که در این چند ماه گذشته فاشیست وارد عرصه شده و با نیروهای دموکرات، اصلا فرق نمی کنه کدوم جریان باشه، من منظورم فقط جمهوری خواهان نیست، حتی مشروطه خواهان، اینها هم از گزند این فاشیست هایی که خودشون رو پهلویست میدونن و خودشون رو در یک چارچوب سیستم پادشاهی میبینند، اینها هم در امان نبودن. خب این جایگاهی که پیدا شده، این حمله فاشیست ها که به وجود اومده، به قول معروف یه مثلی هست میگه از حب علی به هم نزدیک نشدن، از بغض معاویه است که این شرایط فراهم میکنه که اینا میتونن با همدیگه نزدیکی بیشتری پیدا کنن. چرا که جریان اصلی جمهوری خواهی این هستش که هر نظامی که میخواد بیاد سر کار، در واقع نظام های مختلف جمهوری، باید مشروعیتش از مردم بگیره، مشروعیتی که دیگه موروثی نیست، مشروعیتی که مردم همیشه قادر هستن که نگاه کنن، نظارت کنند، مدیران کشورشون رو، به ویژه سران کشور که رهبری میکنن، برنامه ریزی میکنن، سیاست گذاری میکنن و اینها رو طبق معیارهایی که خودشون تشخیص میدن و رفاهشون هست و مسائل جانبی که براشون وجود داره میتونن محک بزنن و بررسی کنن و انتخاب کنن هر موقع که نخواستن میتونن بزنن کنن. این ریشه و محور اصلی تمام جامعه. در بین فرمایشات شما یه نکته بود که گفتید که آیا اینها میتونن یک نفر رو یا چند نفر رو به عنوان شاخصهای خودشون معرفی کنن به جامعه. یعنی در واقع مردم ایران وقتی که میگن جمهوری خواهان، چهره ای رو بر این به اصطلاح سیستم سیاسی قرار بدن، بگن که اگر مثلا جمهوری خواهان حاکم بشن، کشور جمهوری بشه، این اشخاص یا این شخص میتونه بشه رئیس جمهور. خب من فکر میکنم که این خودش از اون مسئله یعنی پرنسیپال های جمهوری خواهی خارج هست. ببینید در جمهوری خواهی فرد مطرح نیست، این سیستم سیاسی هست. اما در مبارزه با جمهوری اسلامی، در مبارزه با فاشیست،
قطعا این روندها احتیاج به رهبری داره، رهبر شاخص داره که بتونه سخنگوی جریانی باشه. این متفاوته با این که ما بخوایم بگیم مثلا ما یه رئیس جمهور تعیین میکنیم که این بخواد بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بخواد در کشور این بشه رئیس جمهور، بشه به اصطلاح سر دولت. این مخالف معیارهای جمهوری خواهی هست. در واقع اون کسی میتونه در این مقام قرار بگیری که مردم بهش اعتماد کنن، مردم بهشون رأی بدن. اما در حال حاضر ما احتیاج داریم که نیروهای ملی و دموکرات، نیروهایی که در برابر فاشیسم میستن، حالا چه فاشیستای سلطنت طلب باشن، چه فاشیستای جمهوری اسلامی، نیروهایی باید بایستند، اینها گرد هم بیان تا بتونن رهبری مناسبی رو انتخاب بکنن برای این جریان. این رهبری میتونه به صورت شورایی باشه، میتونه به صورت کنگره باشه، میتونه به صورت ائتلاف احزاب و سازمان ها باشه. به هر صورت این در حال شرف است، یعنی چیزی که خیلی به صورت واقعی خودش رو نشون میده. من فکر میکنم که خود مشروطه خواهان که بعضی از اینها هم که من باهاشون آشنا هستم، باهاشون صحبت میکنم گهگاه در رابطه با مسائل مختلف سیاسی کشور و ژئوپلیتیک با هم میشینیم به صورت خلوت صحبتی میکنیم که تبادل نظری کرده باشیم که ببینیم که با کجاییم و اونها کجان، چه چیزایی میتونه مثلا ایجاد تناقض بکنه یا تضادهایی رو به وجود بیاره، از اونها اجتناب بکنیم. خب اونها هم میبینم که به شدت از این جریان هایی که اومدن و به صورت لومپنیزم و فاشیست و سلطجو اومدن وسط به شدت ناراحت هستن و اونها هم همین مشکل رو دارن. ولی در نهایت این برمیگرده به جمهوری خواهان، اونهایی که معتقد به جمهوری هستند، یعنی در واقع اون اصولی که در ابتدا گفتم، اون بخش از جمهوری خواهانی که منافع ملی مد نظرشون است، اون بخش از جمهوری خواهانی که اصول دموکراتیک و حقوق بشر رو به رسمیت میشناسن، آزادی بیان رو میدونن، آزادی قلم رو میشناسن، آزادی احزاب و تشکیل احزاب و سندیکاهای کارگری رو به رسمیت میشناسن، اینها چه در این مسیری که الان ما در رو میبینیم که این شتابی بهتر گرفته در پیوندهای ارگانیک که بین خودشون داره نصب میشه، اینجا و اونجا، در فرانسه، در انگلستان، در آمریکا، در اقصی نقاط جهان، اینها محولهای خود به خود خودجوشی تشکیل شده که با هم در حال رایزنی هستن تا بتونن این موانع بر سر راه این در واقع ائتلاف بزرگ رو برطرف بکنن و بتونن به یک همچین جایگاهی برسن. امیدوارم تونسته باشم تا یه حدی این سوال شما رو جواب داده باشم. اگر قسمتی مبهم بود خواهش میکنم که اشاره کنید، اگر توانم باشه باز کنم. خواهش من نمیدونم چقدر مناسب میدانید که وقتی میگویید بخشی از جمهوری خواهان به خاطر ضد امپریالیست بودنشون و این پنداش که گویا جمهوری اسلامی هم ضد امپریالیست است، یک نوع پیوند پنهان دارن، نه اینکه قرار داد یا پیوند تشکیلاتی پنهان، از نظر ذهنی دارن میگن. آیا اینا بیشتر نیروهای چپ سنتی ایران هستند یا توی نوگرایان و ملیگرایان هم هستند؟ بیشتر اینها در یه مسیری قرار میگیرن که تاریخ این تحولات جهانی براشون خیلی مهم بوده. اینا بیشتر کسانی هستند که به جهان شمولی باورمند هستند تا به اینکه ملیتی دارند و به آب و خاکی تعلق دارند یا به جایی. اینها بیشتر کسانی هستند با اینکه خیلی انسان‌های شریف و محترمی هم هستند، اینها به جهان فکر میکنن، به انسانیت فکر میکنن، در اون چارچوب خودشون رو قرار دارن. هیچ سنخی، هیچ رابطه فیزیکی و ارگانیکی هم با جمهوری اسلامی ندارن. یه همچین، خوب شد که اینو مطرح کرد که یه دفعه یه همچین شبهه به وجود نیاد که این عزیزانی که این مسیر رو انتخاب کردن، اینها با جمهوری اسلامی تبانی دارن. نه، اینا در مسیری که دارن براشون مثلا فرق نمی کنه که اگر مثلا اسرائیل و فلسطین در حال جنگ هستن و مسائلی اونجا رخ میده، در ذهنیت اونها انسان انسانه و ما در قبال اون میستیم و این مسئله براشون خیلی حیاتی هست و مهم و مسائل نظیر این. برای امثال من مثل اونا نیستم یا کسان دیگه. من انرژی محدودی دارم، انرژیم رو مختص کردم برای مسیر و مردمی که به اونجا متعلق هستم. من به ایران متعلق هستم، نه اینکه بخوام ایران رو بگویم که همه چیز دنیا، همه دنیا فدای ایران بشن یا فدای ملت ایران بشن. نه،
باور خیالی هم ندارم، اما این جناح همونجور که شما فرمودید بیشترین اینها همون چپ سنتی هستند که باورهای ایدولوژیکی دارند و بر اساس باورهای ایدولوژیکی خودشون هستش که این ستیز و مبارزه خودشون رو به اصطلاح بر روی قطنمایی گذاشتند و از این جهت استفاده میکنند. اینها هیچ سنمی و نزدیکی با جمهوری اسلامی ندارند. اینها تعداد بسیار بسیار زیاد اینها در همون ابتدای انقلاب و توسط خمینی و خلخالی و لاجوردی اینها رو اعدام کردن. این باید اینم گفته شد که گفته بشه که اینها چقدر قربانی دادن، چقدر تلاش کردن، چقدر کوشش کردن. نیروی دیگه که اینها هستن که در مقابل عرض کنم خدمت شما استبداد نیستن، اینها بیشتر استبداد رو تحریف کردن و در مقابل استبداد نیستن و تعریفشون از سلطنت و سلطنت به عنوان یک حرکت موروثی و غیر دموکراتیک رو بررسی میکنن و براش در مقابلش سفارایی میکنن. نقطه مقابل امثال من در قبال اینها این هستش که شما دارید در رابطه با یک نظام استبدادی صحبت میکنید که مغلوب است و خارجه و الان یک نظام استبدادی بر مملکت حاکمه، جان مردم رو به خون مردم رو به شیشه کرده. آنچه که مردم ایران میخوان، من به عنوان یک جمهوری خواه که ملاک رو مردم ایران قرار میدم، اونها آزادی میخوان، اونها میخوان دموکراسی داشته باشن، اونها میخوان از شر این نظام خارج بشن. جناب ولی با یکی از این دوستانی که از زندان آزاد شدن یه نکته رو گفت که من بد نمیدم با بینندگان شما در میون بذارم. بین صحبتاش گفتش که آقای کریمیان من اسکندرم آرزوست، دیگه دنبال ناجی نیستم، منتظر ناجی نیستم. چقدر غمگینه، چقدر غمگین کننده است این صحبت. ازش پرسیدم چرا، گفتش که ببینید این مسئله انقدر طولانی شده مبارزه با این نظام که من فکر میکنم که اگر اسکندری بیاد این نظام رو داغون کنه، از خرابه های این دودی بلند بشه، شاید در بین این خرابه ها امیدی هم رشد کنه که ما بتونیم از شر این نظام خلاص بشیم. یه همچین چیزی که صحبتش هست، در نتیجه من به عنوان کسی که به کشور علاقه مندم، به مردم ایران علاقه مند هستم، به آزادی دموکراسی باورمند هستم، به حقوق بشر معتقد هستم، منو برمی داره که مشکل اصلی مردم شکل و سیستم حکومتی الان نیست. اینها نجات پیدا کنن از این حاکمیت ظلم و جرم. در نتیجه باید اولویت ما، منظورم تمام نیروهای دموکراتیک مختلف هست، این باشه که مردم رو از شر این استبداد حاکم، این فاشیست هایی که الان وجود دارن، اینانی که این چنین جوانهای مردم، جوانان واقعا شایسته این ملت رو اینجوری به طناب دار میکشن تا حکومت خودشون رو زمانش رو طولانی تر بکنن و حاکمیت داشته باشن، باید در مقابل اینا بایستیم. به نظر بنده اولویت اصلی مبارزه با نظام استبدادی حاکم بر کشور، اولویت اصلی در سرنگون کردن حکومت خامنه‌ای و کل این نظام. این اولویت رو باید در نظر بگیریم، بر اساس این اولویت هست که استراتژی راه رو طی می‌کنیم. در همین مسیری که داریم می‌ریم مبارزاتی هست، مبارزات سیاسی هست که دیگر رقبا، حالا میخواد سامانه پادشاهی باشه، نیروهای چپ باشن، شورایی ها باشن یا آنارشیست ها باشن، فرق نمی کنه، هر چقدر تعدادشون کم باشه، اینها رو به عنوان رقبای سیاسی به رسمیت بشناسیم و مبارزات سیاسی رو طوری برنامه ریزی کنیم که در چارچوب دموکراتیک بگنجه و در نهایت این مردم باشن که به اصطلاح تصمیم بگیرن که چه میخواد. بله، شما در جریان هستید که سال 56 و 57 هم مردم به درستی یا به نادرست درست به همین نکته و نقطه رسیدن که به دنبال یک منجی بودند و حالا ما سالها پیش هم دوباره میشنیدیم که میگفتن ایران به یک مرد قدر قدرت چکم پوش با مشت آهنی نیاز داره تا بتونه ما رو راهبری بکنه و از شر حکومت رژیم جمهوری اسلامی نجات بده. خب اگر ما الان که یک نقطه عطف تاریخی در ایران به وجود آمده، حالا که به ثمر بنشیند رو نمیشه دقیق گفت، آیا این یک قمار بزرگ نیست که ما بگوییم که
حتی 2 روز زودتر هم رژیم رو بندازیم بهتر از این هست که در واقع معطل بکنیم، هرچه پیش آید خوش آید. این به نظر من ممکنه یک قمار بزرگ باشه و یک بار دیگر ما مسیری رو برویم که سال 56 57 رفتیم و منجر شده به یک دیکتاتوری هولناکتر، و اکنون هم از بس که این دیکتاتوری هیولاوار با مردم ایران برخورد میکنه، هر یک از ما، من واقعا فکر میکنم که همه مردم ایران که با این رژیم نیستن همینطوری هستن که من و شما هستیم، شب و روز ندارن، ساعت شماری ممکنه بکنن برای اینکه این رژیم بیفته. اما چه میخواد جاش بیاد؟ چه نوع سیستمی؟ این سیستمی که شما دارید میگید درباره جمهوری خواهان ملی، دموکرات، طرفداران حقوق بشر و تمامی شاخصهایی که امروز هستن، جهانی هم هستن، اتفاقا جهان متمدن هم بر همین پایه ها استواره است، آیا این زمینه تشکلش و ایجادش وجود داره؟ یا اینکه ما فقط آرمانش رو داریم اما در عمل در میدان ممکنه که یه عده بیان از این حالتی که هست، ما منتظر اسکندر هستیم حتی اگر او منجی ما باشه، از توش به راستی یک اسکندر بیاد بیرون و دودی هم که از اون برمیخیزه دود ویرانی ایران باشه، گرچه ایران رو الان همین نظام اسلامی ویران کرده در همه عرصه ها، واقعا در همه عرصه ها از ایران چیز چندانی باقی نمانده. اینها دغدغه های شخص من تنها نیست، میدونم که شما هم به چنین دغدغه های نزدیک هستید و اتفاقا شنوندگان این برنامه من میاندیشم که بسیارانشون این دغدغه رو دارن که ما میخواهیم براندازیم و به پاش ایستاده ایم و می ایستیم، حتی با دیگرانی که بیرون از رژیم هستند اما مخالف رژیم هستند می توانیم کم و بیش تعامل کنیم، به شرطی که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، حضور یکدیگر رو درک کنیم و به دنبال قاپیدن نباشیم، دنبال سوار شدن نباشیم. ممکن اینطوری هم باشه. این خواسته شما عملا در میدان چگونه باید شکل بگیره؟ یعنی ما باید واقعا منتظر ظهور یک منجی باشیم یا اینکه نه تدارکی دیده شده یا دارید میبینید؟ این که منتظر منجی باشیم که خب اونهایی که منتظر هستن برن در دم چاه جماران منتظر هستن، خیلی عذر میخوام. ببینید من فکر میکنم که اون قسمتی که عرض کردم اولویت ها رو بر روی سرنگونی قرار میدیم با اینکه استراتژیمون چی هست، اینا متفاوته. اینا رو در همون ابتدا گفتم اولویت ها بر این اساسه که ما اولویت هامون رو تشخیص بدیم که چه هست. در رابطه با استراتژی بنده خیلی ساله دارم اینو صحبت میکنم، از 2015 مقالاتو بسیارم نوشتم. اینکه باور بنده اینه که ما احتیاج داریم به یک هدف مشترک استراتژی گذار یا سرنگونی یا براندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک. این به عنوان یک استراتژی عنوان میکنیم. اما اینکه اولویت چی هست، وقتی که من و شما کنار هم دیگه قرار میگیریم اولویت قرار میدیم، قطعا ما استمرار طلب ها رو در درون این مجموعه نمیتونیم قرار بدیم. قطعا کسانی که هنوز به دنبال حاکمیت دینی هستن نمیتونن در این جزء قرار بگیرن. مسائل مختلفی که صحبتش هست که درازا نکشه. یعنی در واقع استراتژی با اولویت فرق میکنه. اولویت ما این هستش که بعد این نظام بره. اما این وقتی که من و شما با دیگران همه، این منظورم اولویت است که روشن بکنم، وقتی که منظورمون اولویت باشه چی؟ وقتی من و شما و همه که دوستانی که معتقد هستیم که این رژیم سرطان، جناب مانی، کسی، هیچ آدم عاقلی به این فکر نمی کنه که من قده سرطان رو میخوام در بیارم بعد بشینم به جاش فکر کنم که چه چیزی رو باید جاش بذارم. قده سرطان اگه ما تشخیص دادیم یک چیزی سرطانه، یعنی هر روزش بودن هر روزش خطرناکه.
مرگاوره. جمهوری اسلامی بودنش هر روزش برای کشور، برای مردم، برای نسل‌های آینده، برای منطقه و غیر و غیر خطر. این نظام باید بره، این سرطان باید بره. وقتی که داریم صحبت از اولویت میکنیم باید بره، دیگه در این زمان نمیگیم چی باید. اما وقتی که به دنبال این هستیم که فکر میکنیم پس از این سقوط این جمهوری اسلامی چه باید کرد، اون موقع مسئله از اولویتامون وارد مرحله بعدی میشه. مرحله ساختن هست، مرحله اداره کشور و مدیریت کشوره. اینجاست که از همین جا باید ما استراتژیمون رو مشخص کنیم. برای رسیدن به یک همچین منظوری، جناب مانی، من 3 تا سوال عمده رو چند سال پیش مطرح کردم. با اجازهتون اینو برای بینندگان شما مطرح کنم که ما با این کسانی که جواب مثبت بدن میتونیم کار بکنیم. یک، با کسانی میتونیم کار بکنیم که اونها تشخیص بدن که این نظام جمهوری اسلامی در کلیتش باید بره، یعنی نفی کامل جمهوری اسلامی. با کسانی میتونیم کار بکنیم که معتقد باشن ایران متعلق به تمام ایرانیان هست و این ایرانیان هستند که باید و رهبران کشورشون و شکل و محتوای حکومتشون رو انتخاب بکنن و تعیین. 3، این هم بپذیریم که هیچ جریان و بلوک سیاسی به تنهایی قادر نیست رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. این از این نظر نیست که جمهوری اسلامی قوی تر از مثلا جریان جمهوری خواهیه یا قوی تر از جریان چپه یا قوی تر از جریان پهلویه، نه، یعنی چیزی نیست. به دلیل اینکه تضادهای درون بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بیشتر بر روی همدیگه متمرکز شده، انرژی خیلی کمتری رو معطوف کردن به سرنگونی و این باعث شده این مسائل مختلف که همین شنبه گذشته که اصلا سپهر سیاسی ایران رو مختل کرد، مسائل خیلی زیادی رو پیچوند. این مسئله که در ترافیکار اسکوئر لندن اتفاق افتاد که الان واردش نمیخوام بشم، خب ببینید چقدر تاثیر بدی میذاره. در شرایطی که مردم اومدن به اعدام ها اعتراض بکنن، یک همچین مسائل بسیار 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 غیر اخلاقی و غیر انسانی رخ میده. تشن انسان نیست که اصلا حالا واجبش صحبت ده. که تعرض جنسی بشونم در لندن. ببینید اینها مسائلی هستش که ما باید درک بکنیم که برای گذر از جمهوری اسلامی تمام نیروهای برانداز لازم داریم. اما برای ساختن ایران یه همچین چیزی نیست. اینجا دیگه برمیگردیم به احزاب سیاسی، سازمان‌ها و نهادهایی که فکر میکنن که عرض کنم سنترالیست بهتره برای ایران، اونهایی که فکر میکنن غیر متمرکز بهتره، اونهایی که فکر میکنن فدرال بهتره. اینها باید نظریاتشون رو عرضه کنن به مردم، نه اینکه از حالا شروع کنن بر میز مذاکره بکوبن که شما اگر فدرال رو، برای مثال عرض میکنم، نپذیرید ما با شما کار نمیکنیم. اگر فلان رهبری که ما به شما معرفی کردیم قبول نکنی با شما کار نمیکنیم. اینها مسئله جانبی هستش که این در این معادله، در این استراتژی که خدمتتون عرض کردم، گذر از جمهوری اسلامی و رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک جا نمیگیره. حالا این زمینه میدانش کجاست؟ زمینه میدانش همین انقلاب مسا. ببینید انقلاب مسا که شروع شد، هیچ کدوم از این رهبران سیاسی، هیچ کدوم از این جریان‌های سیاسی، چه جمهوری خواه چه جاهای دیگه، هیچ کدومشون نمیتونن ادعا بکنن که اینها از مردم خواستن، به مردم گفتن که بیاید بیرون و مردم اومدن. شما من با دقت توجه کردم، حالا ممکن من اشتباه کرده باشم، شما اگر موردی رو میشناسید که یک رهبر سیاسی که ادعا کرده باشه یا یک جریان سیاسی، یک حزب سیاسی اومده باشه به مردم سراسر ایران بگه که بیاید بیرون، به مردم مثلا تهران فراخوان بده که شما در روز فلان بیاید بیرون، من سراغ ندارم. اما میبینید مردم خودشون میان بیرون. نمونه های بسیاری هست که در رابطه با مثلا فرض کنید وقایعی که در کشور بوده، همه با هم میان با یک خرد جمعی در کنار هم قرار میگیرن. اونهایی که از نظام برمیگردن بهشون گول میدن، وای نستاده بودن که به من بیام بهشون بگم، دیگری بیاد بگه، کس دیگه بگه که آقا برید به مرد، به اینایی که برمیگردن از نظام گول برید. خرد جمعی حاکم بود. ببینید بحث اصلی، یعنی کلی ایدئولوگ و نمیدونم تئوریسین شروع میکنه کار کردن، تحقیق کردن که بگه ما این نظام واقعا اختاپوسی رو چجور میتونیم سرنگون کنیم. یه مقاله بود در 2000
16 نوشتن به عنوان اینکه ما باید ماشین ارزش سازی این نظام رو منهدم کنیم. یکی از ابزارهای ما و مؤثرترین متد ما همین هست. خب ببینید در همین انقلاب زن زندگی چه اتفاقی میفته؟ حجاب رو برمی‌دارن، یعنی در واقع سیستم ارزش سازی این نظام رو میکنن میارن پایین، عمامه پرونی میکنن. این از قدرت این عمامه پرونی چنان قدرت داشت که علمای اعظم نمیدونم نجف هم صداشون در اومد. چرا این کارا رو میکنن؟ اینها این سیستمی که مبارزه انجام شد این سیستم سازمانی نبود، این برمیگشت به خرد جمعی. خرد جمعی که در ایران حاکمه یک خرد جمعی است که استوار شده بر جمهوریت جمهوریه. مردم نیومدن برن زیر چتر یک کسی، مردم نیومدن یکی رو بکنن برای همیشه بر تخت سلطنت یا بر تخت خلافت بشینه. مردم کسانی رو میخوان که به اینها خدمت کنن، مردم به اینها اعتماد خواهن کرد. زمینه جمهوری و جمهوریت در ایران درست شد. شما نگاه کنید الان کجای ایران این چراغ سوزن این انقلاب رو، این قیام مردم رو فروزان نگه داشته؟ بلوچستان. شعاراشو ببینید، اینا شعارهای انقلاب بوده. بگذارید از این دستگاه های ارتباط جمعی بسیار بزرگ که تمام تلاششون رو کردن که یک پرد رو بیارن بالا، یک ماشین پروپگندای عظیمی پشتشن به راه انداختن و هر کی که بخواد نقد کنه مثلا آقای رضا پهلوی به زیر میکشندش. شما ببینید در چند سال گذشته چقدر این پروپگندا اینا قوی بوده برای تمام این کسانی که در ایران مبارزه میکرد. یه نمونه، شما به من گفتید که اسم ببریم از جمهوری خواهان. خیلی ها بودن تو ایران نسلون ستوده. الان نگاه کنید ببینید داستان حشمت الله تبرزدی رو ببینید، چقدر به این مرد بد و بیرا گفتن، چقدر گفتن که این از خودشه. الان 30 سال حکم زندان گرفته. آیا کسی از اینها اومد عکس تبرزدی رو دست بگیره بگه آقا این زندانی حقش نیست، آقای تبرزدی حقش نیست که اصلا به زندان برده بشه؟ ببینید اینها ملاکه، اینها یکی یکی دارن جلوی مردم ظاهر میشن. به نظر من بسترهای حاکمیت مردم در واقع همین الان ساخته شد، روبناش بوده، روبناش هم همین جمهوری خواهان هستن. الان نگاه کنید وقایع اخیر رو ببینید، از اون ائتلاف مسا گرفته وکالت میده هم رو نگاه کنید، یا همین مسائل اخیر رو، چون یک خط مسیر دموکراتیک رو میبینید. آقا برای تشکیل ائتلاف گروه ها میشینن با هم صحبت میکنن، برنامه ریزی میکنن، حول محورهای میان کنار هم دیگه میشینن، نه با بوق و کرنا که ما میخوایم بشینیم با هم دیگه، ما میخوایم بعدن بیایم منشور بنویسیم. نه، منشور رو میخوایم از ایران بگیریم، از مبارزان بگیریم. آقا چند روز بعد همه چی به هم میخورد. ای داده بر من، این همه مردم رو سر کار گذاشتید بعد رفتیم، هیچ کدومشون هم حاضر نشدن بیان بشینن، مخصوصا آقای پهلوی بشینه تو جلوی مردم مصاحبه کنه بگن که آقا خیلی خوب چی شد، جواب بدن، پاسخگو باشن. این مهمه. خب مردم که آقا چش دارن میبینن دیگه. حالا این دستگاه نمیدونم عرض کنم خدمت شما پروپاگاندا را بیفته، هر کی که نقد کنه بزنه. آقا من منکر نیستم که میتونه سامانه پادشاهی، میتونه، ممکنه، میتونه دموکرات باشه، میتونه مثل انگلستان باشه، میتونه مثل سوئد باشه، میتونه مثل نروژ باشه. اما شما برگردید ببینید برای اینکه مثل سوئد بشه، برای اینکه مثل نروژ بشه، اصلا شما ابزارها و بسترهای اینو دارید؟ اگر یه نفر بیاد شما رو نقد کنه که این رو بهش تعرض جنسی میکنید، رهبرتون حتی بعد از یک هفته هنوز حاضر نشده بیاد بگه من واقعا شرمندم از اینکه با یک ایرانی یک همچین حرکتی رو کردم. خب این چه چیزی رو نشون میده؟ یعنی مردم نمیتونن ببینن که آقا این روند روند انسانی نیست، روند دموکراتیک نیست، انسان محور نیست. این جمعی که داره به من و شما قول میخواد بده که در فردای پیروزی عدالت اجتماعی، آزادی بیان، آزادی احزاب رو میخواد تضمین کنه، همین الان نمیتونه این کار رو بکنه. بعدم میگن که آقا من گفتم فحش ندید،
بد و بیرا نگید. اگر هواداران شما، پیروان شما به حرف شما گوش نمی کنن، مخالفان شما و اونهایی که جمهوری خواه هستن اعتقادی به این مسیری که شما میگید ندارن، و برای چی اومدید مثلا؟ این هاست که من به نظر من جناب مانی مردم میبینن الان سر صدا میکنن بعد از این فیلمی هم که الان بعدا شما میذارید، خیلی ها فوش خواهند داد. خب این وجود داره، اما واقع امر که نمیتونن تغییر بدن که. آره شما فردا که همه چی تموم شد، جمهوری اسلامی سقوط کرد، بیاید به مردم، به مردمی که الان میلیون ها نفرشون زیر فقره، بگید آقا ما قراره اصلا با آقای پهلوی هم کاران، این آقای مانی رو با اجازت من شما مثال میزنم، میخوایم ایشون رو بکنیم پادشاه، یه کاخ میخوایم برای ایشون بسازیم بره اون بالا، یه لشکر میخوایم درست کنیم گارد جاویدان که از ایشون به پای که ببینندشون، میخوایم نمیدونم سالن های مختلف درست کنیم، میخوایم کل خانواده ایشون که میشن خانواده سلطنتی رو بزنیم رو تخمشون، کلی هزینه بدیم. آیا مردمی که تا گردن تو سر تا آشغال هستن با خودشون فکر میکنن که رو چه حسابی من باید هزینه شما رو بدن؟ با خودشون فکر کنن که من چه ابزاری دارم؟ تاریخ این ایران نشون میده که اینهایی که اومدن حاکم شدن چه بلاهایی سر ما آوردن. بله در دوران انقلاب بنده کاری نبودم که بخوام انقلاب بکنم، یه دوچرخه داشتم که مثل تمام تینیجرها فکر میکردم که آقا این با دوچرخه میرم بالا پایین تا دختر همسایه به من نگاه کنه، مثل همه آدم ها. اما ببینید، برید بخونید که آقا این خمینی ملعون جنایتکار وقتی که میخواست بیاد سر کار تکه داده بود به درخت سیب تو نفل و شاتو چه حرفای خوبی میزد، بهتر از تمام رهبران سیاسی که الان خودشون رو میخوان مطرح کنن صحبت میکرد. این ملعون اون موقع میگفت چی؟ گفت مارکسیست ها هم آزاد هستن، حجاب در اسلام اجباری نیست، آقا آب و برق رو میخوایم مجانی کنیم یعنی رفاه بیاریم. ببین الان شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاده، آقا داستان این آب و برق مجانی شده اتوبوس مجانی. آخه اینا چیزایی نیست که ما بتونیم فراموش بکنیم، اینها واقعا عجیب و غریبه. بنده تا چند سال پیش همه اعتقادم بر این بود که ما باید در یک ائتلاف ملی شرکت بکنیم، هنوزم بر این باورم، منتهای قضیه دیگه نمیتونیم ما فقط به حرفا نگاه کنیم، باید اعمال افرادم نگاه کنیم ببینیم کجا میخوایم بریم. کوتاه کنم، به نظر بنده جناب مانی مردم ایران بسترهای این نظام رو ساختن، یک نظام جمهوری، یعنی بسترهای جمهوریت در ایران پا گرفت، این هیچ شکی نیست. اونهایی که در بلوچستان، در زاهدان، در کردستان، در تهران، در خوزستان، در جاهای مختلف ایران، در مشهد، در زندانها هستند رو بررسی کنید. الان با این تمام این تفاصیلی که نگاه می کنید، دوستی صحبت می کردم رفته با دقت در ایران آمار گرفت، گفت تقریبا به جرئت می تونم بگم از 100 تا زندانی 70 تاش جمهوری خواه. حالا شما برید ببینید که اعدامی ها رو بررسی کنید، این هزینه که اینا پرداخت کردن، من باورم بر اینه که این شرایطی که حاکم شده الان داره کم کم این موانعی که ما گفتم که اون اولویت ها بود، داریم به اولویت هایی میرسیم که باید به اینجا رسیدیم. به احتمال زیاد من میتونم بگم که اکثر جمهوری خواه رسیدن. برای همینم هم هست که ما میبینیم در پاریس، در لندن، در کل، در اصطناعات اروپا، آمریکا، جاهای دیگه، در ایران محولهایی تشکیل شد تا بتونن این تشکیلات جمهوری خواهان دموکرات ملی گرد هم بیان، جمهوری خواهانی که تفکرشون و اراده مبارزشون منوط شده به این که این مردم ایران هستن که حاکمیت کنن. وقتی میگم ملی یعنی اینجور میاد، از اینجا نشون میگیره من جمهوری رو برای مردم ایران میخوام، نه جمهوری رو برای، نه مردم ایران رو برای جمهوری. هر کسی که سیستم حاکمیتی رو که میخواد به ایران بیاره، مردم ایران رو برای اون بخواد، اونها ایدئولوژیک هستن، بخشی از همین سلطنت طلبها ایدئولوژیک هستن، اینها سیستمی رو نمیخوان برای کمک به مردم ایران، اینها مردم ایران رو میخوان که بیان این آرزوهای عجیب و غریب اینها رو بهشون به وقوع بپیونده. برای اینها، اینها نیومدن به مردم ایران فکر کنن، اگر به مردم ایران فکر کرده بودن میگفتن هر آنچه که مردم ایران بگن. امروز صبح یه مقاله، اگر یکی از این
کسانی که در این تفکر هست یه نکته نوشته بود، گفته بهترین گزینه ما آقای پهلویه، اتحاد کنید، اتحاد باید اتحاد کنید به رهبری ایشون. منم برای ایشون نوشتم که عزیزم یه شعر انگلیسی هست، حالا اینم برای بینندگانتون میگم، امیدوارم وقت مشکل نباشه. میگه که شما میتونید هر رنگی رو انتخاب کنید تا زمانی که سیاهه. You can choose any color as long as it's black. یعنی به شما میگه شما هر رنگی رو میخوای انتخاب کن. اما خیلی ظریف و ضعیف میگه تا زمانی که رنگ مشکی. این صحبت اینا درش این نکته است. اینا آزادی رو با خود آزادی مخلوط کردن، نمیتونن تشخیص بدن. ما وقتی که تو داری میگی من حاضرم اتحاد کنم، من حاضرم ائتلاف کنم، ائتلاف و ائتلاف به این پیشت نمیاد که تو رهبر منو بپذیری. مثل اینکه همینه دیگه، آها من تو هر رنگی رو دلت میخواد انتخاب کن تا زمانی که سیاهه، من با تو ائتلاف میکنم تا زمانی که تو رهبر منو بپذیری، تو سیستم منو بپذیری، اون چیزی که من میگم بپذیری. آقا این چه شوخی میکنی؟ از اون اول بگو آقا بیا زیر چتر من، از اون اول بیا بگو هژمونی منو بپذیر، از اون اول بگو آقا من میخوام جمهوری اسلامی رو ساقط کنم، سلطنت رو برپا کنم. چرا شوخی میکنی؟ چرا به شور مردم توهین میکنی؟ اگر تو یه انسان دموکرات هستی، آزاده هستی، یک مشروط خواه واقعی که میگی اصول دموکراتیک برات مطرح هست، لیبرال هستی، آخه نمیتونی بگی که تو بیا اون رهبر منو اون ائتلاف میکنم، اون رهبر من دارم تو بپذیر. اون موقع من میگم تو هستی، من به وجود تو مشکل ندارم، من به حیات سیاسی تو ایراد نمیگیرم، من تو رو نمیخوام با بولدوزر رو برم. حساب کتاب داره این شعور مردم رو، آخه من نمیدونم اینو چجور میبینن. من با تو ائتلاف میکنم که رهبری منو بپذیری، رهبر من سیستم منو بپذیری. این حق انتخاب و جناب مانی به من و شما و ملت ایران میدن که هر رنگی رو که دلمون میخواد انتخاب کنیم، ولی تا زمانی که رنگ مورد علاقه اونهاست. بله جناب اکبر کریمیان، این بحثای خیلی جدی است، بحث همگان هست، بسیارانی شهامت شو دارند، بیان میکنند با احترام و پخته، کانسپت ذهنیشون روشن هست، بسیاری دیگر این اندیشه ها رو دارند اما شیوه بیانش رو ندارند یا جای بیانش رو ندارند. من شخصا از روی کامنت هایی که مردم زیر برنامه ما میگذارند، اکثریت رو همونطور که شما گفتی در ایران 70% از زندانی های سیاسی جمهوری خواهند، میبینم اکثریت کاربرها جمهوری خواهند. یه شماری هم بودن که طرفداران سلطنت بودن، از موقعی که این وقایع اسرائیل و لندن و جورج تاون و جای دیگه پیش اومد، یه دفعه رفتن، نیستن دیگه، دو سه تاشون بیشتر نمونده. اونا فقط میان خب می نویسن جاوید شاه، من نمیدونم، ما که هنوز شاه نداریم، کی باید جاوید باشه و اصلا کدوم انسان میتونه جاوید باشه؟ مردم ایران درباره خمینی میگفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار، از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزای، ولی نگفتن خمینی جاوید. شاه جاوید این چه؟ یعنی این که یک نفر میاد اونجا مثلا 2-3 میلیارد سال زنده خواهد بود یا چی، من نمیدونم. خب اینا نشان نوعی در واقع شیفتگی است، اندیشه جناب مانی. من یه نکته خدمت شما هست که در رابطه با همین چیزی که گفتید، ببینید من حتی میگم اونایی که میگن جاوید شاه، خب آقا حقشو بره بگه جاوید شاه. حتی کسی که میاد میگه رهبر من پهلویه، هر کی نگه اجنبیه، یا اون یکی که میاد میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، ببخشید، مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد، یا اون یکی که برمیگرده میاد صحبت میکنه در رابطه با شاه شاه جاوید شاه ایران فقط رضا شاه، دیگه این شعارها دیگه اون شعارهای جاوید شاه نیست. این شعارها دیگه آقا من پادشاهی میخواهم نیست، این یه چیز دیگه است. این میگه تو باید منو بپذیری. این شعارها شعارهای فاشیستیه، اینها غلطه. اینجاست که مربوط میشه به زیر سوال بردن رهبریت. اگر آقای پهلوی
بتونه بیاد جلو، بیاد صحبت کنه، بگه آقا این شعار شعار فاشیستیه. آقا اون موقع ایشون میاد بالا دیگه، ایشون به عنوان رهبر شناخته میشه دیگه. اون آدم میدونه که با این کجا وایساده. اگر من بگم این آقا دموکراته، این آقا فردای ایران میخواد سر قولش وایسه، بعد از همینجا نشون بده دیگه. وقتی برمیگردن میگن جاوید شاه ایران فقط رضا شاه، ایشون باید بلافاصله دفترشون یا جای دیگه بیانیه بده. آقا این شعارا نگید، آقا خواهش میکنم، چه کسی برابر با یک کشوره، با یک ملته؟ بعد جالب اینه که همه اینا میان میگن انگوش میکنن تو چش اینا، میگن که ما ایران رو نگه داشتیم، ما ایران پرستیم، ما ال هستیم، ما بل هستیم، شما خائن و اجنبی هستیم. آقا شما یه نفر کردید برابر با یک کشور، با یک ملت، آقا چطور میتونید وارد این مسائل بشید؟ معذرت میخوام وسط صحبتون وارد شدم، فقط خواستم بگم که اون قسمتم حتی اگر من و شما فاکتور بگیریم بگن جاوید شاه، حالا یه عده حقشونه که بدن بگن جاوید شاه، حقشونه. اینم عرض کنم یه روزی با پدرم بچه بودم بحث میکردم سر یه موضوعی، داستان خیلی قدیم بود، ایشون یه چیزی گفت از ذهن من نرفت بیرون. گفت چون اگه به آدم بگن کرش و گوشش رو میگیره، اگر بگن کوش و چشش رو میگیره، اگر بگن لاش و آدم جلو دهنش رو میگیره، بابا اگر به آدم بگن خرشو، آخه آدم که خر نمیشه. نکنی ببخشید میون صحبتتون اومدم نتونستم این نکته رو فراموش کنم که قید نشه. خواهش منم جمعه میکرمیان، ما به این میزگرد ها، این که اکنون میزگرد نبود، بیشتر من دوست داشتم نظرات شخص شما رو بینندگان ما بشنون، گرچه یکی دو سال پیش هم یکی دو بار بودی در رادیومانی، اما به میکوشم که یک میزگرد پایداری از جمهوری خواهان متنوع در رادیومانی برگزار کنیم که بیان از جناهای گوناگون جمهوری خواهی نظراتشون رو بگن تا مردم تفاوتهای اینها، تاکتیکهای اینها، استراتژی اینها رو بشناسن و ای بسا شروع کنن با نظر دادن و کامنتاشون راهنمایان بزرگی باشن برای جناح جمهوری خواه جامعه ایران، و ای بسا از درون این گفتگوها امروزی که دیگه خوشبختانه جمهوری خواهان چماق به دست نیستن برخلاف جریان طرفداران آقای پهلوی، میتوانند با هم سخن بگویند، میتوانند یکدیگر رو درک کنند، میتونن همدیگر رو انتقاد کنند، اما اشتراکات یکدیگر رو به رسمیت بشناسند و مشترک شوند در اون. اونجاست که ما میتوانیم بگوییم یک مرکز معنوی جمهوری خواهی در اذهان به وجود خواهد آمد بر اساس دانسته ها، دانش ها و نه اراده کردن، نه حالت ارادی یا اراده به قدرت. از این رو از شما خواهش میکنم که در برنامه آینده شرکت بکنید، دوستان دیگر رو هم دعوت میکنیم که حال هفتگی یا دو هفته یک بار یک میزگرد در همین زمینه ها داشته باشیم. یک نکته هم بگم، و ای بسا که جریان طرفدار نظام پادشاهی یا طرفداران سلطنت، که این دوتا اصلا یه مقدار خط شده با هم جدا شده، اینها هم از این میزگرد ها و میزگرد هایی که در جای دیگه هم در این زمین ها گذاشته میشه. ببینید من فکرم پیشنهاد خیلی خوبی هست، یه پیشنهادم بنده خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که بتونید برنامه رو ترتیب بدید، مشخص کنید که از طرفداران سامانه پادشاهی، من با مشروط خواهانشون دارم صحبت میکنم، اونهایی که به لیبرال دموکراسی بودن باورمند هستن، اونا رو هم دعوت کنید. بعد مسائل خاصی رو، حالا فرق نمیکنه هر کدوم، یه موضوع خاصی باشه که اینها بتونن با هم گفتمانی داشته باشن، و شما این زمینه رو باز بکنید که این طرفین نزدیک بشن. چون به باور من هیچ نیروی سیاسی یا بلوک سیاسی به تنهایی نمیتونه جمهوری اسلامی رو ثابت کنه. ما احتیاج به گفتمان داریم و دوستان مشروطه خواه. ببینید مثال بزنم جناب امامی، یه اتفاقی تو لندن میفته، خیلی شنید، خیلی بد،
خیلی از این چماخکش ها همونجور که گفتی، سلطنت طلب ها، سلطه جویان، لومپن ها، فاشیست ها، چه موزیگیری های وحشتناکی کرد. من اعلامیه بیانیه حزب مشروطه رو به دستم رسید خوندم. بلافاصله نوشتم که این خیلی بجا بود، یه خود دیر بود، البته یه هفته طول کشید تقریبا بیاد بیرون، دیر بود، ولی جای قدردانی داره و امید. جای قدردانی داره که اینها خب سینه سپر کردن. من جمهوری خواه سینه سپر میکنم که شاهکار نکردم که در مقابل این جریان من جبهه میگیرم. حالا مسائل مختلفش خب زمینش برای من وجود داره، ولی اونهایی که باورمند هستن در حزب مشروطه به اصول انسانی، به لیبرالی باورمند بودن، اومدن وسط و عذرخواهی کردن و پوزش خواستن و این رو واقعا، این حرکت های واقعا غیر انسانی رو محکوم کرد. حالا خود به خود معلوم میشه جناب مانی که در همون صحبت اول شما که در بین سامانه پادشاهی هم این تضادها و تناقضات و برخوردها وجود داره، الان نمایان میشه. ببینید این بیانیه اومده و شما ببینید کجا اومده. رهبر سیاسی اینها آقای پهلوی هنوز بیانیه نداده. جمهوری اسلامی اخبار نمیدونم 23ش که براش مهمترین زمانه این اومده دست گذاشته روی این، اما هنوز آقای پهلوی فرصت نکرده که بیاد بگه آقا من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک رهبر، به عنوان کسی که دارم این سامانه پادشاهی رو یا این ارث و ایراث پادشاهی رو به دوش کشیدم، من به عنوان یک پادشاه مشروطه خواهی که مثلا مطرح هستم، همه اینا میام بیان میکنم، اونهایی که تحت نام من، تحت نام پادشاهی، تحت نام هر چی اومدن این حرکت رو انجام دادند، اینها از حوزه انسانیت ایرانی یا شعور انسانی خارجن. اینا متجاوزگر به کرامت انسانی هستند و انسانیت. و چه اتفاقی میفتاد؟ از ارزش ایشون کاسته میشد؟ نه، خیلی هم بیشتر میشد. من جمهوری خواه قدردانی میکردم، من جمهوری خواه همه جا مینوشتم که آقا ببینید این حرف رو که زد این یه امید داره، نور امیدی تو دل من یکی روشن شد که میتونه در مقابل این فانانشا، این فاشیستا، این سلطه‌جویان، این لومپنها بیسته، قد علم کنه. ولی اگر در مقابل اینا ساکت باشه، پس وردا آقا این بهترین آدم هم باشه. وقتی این چاپلوسان بیان و اینشونو بکنن مقرب القلوب و نمیدونن خورشید عالم تاب و خورشید به خاطر ایشون از شرق به غرب میره، و خب این دیگه معلوم میشه دیگه. پس فردا آقای ثابتی رو خواهیم دید یه جور دیگه، کسای دیگر رو میبینیم. حالا آخوندها شلاق میزنن، اینا شوک برقی میدن، متمدن ترن، تکنولوژی بهتری برن. نه این واقعا وحشتناک بود. من واقعا امیدوارم که ایشون، حالا به قول انگلیسی ها میگه دیر شده ولی بهتر از نبودشه، این حتما این اصلاحی رو از مردم بکنن. این واقعا قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست با هیچ استانداردی. بله، ما در چند سال اخیر بارها از نمایندگان یا رهبران حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، دعوت کردیم، تشریف آوردن اینجا، سخن گفتند، بازم دعوتشون میکنیم. اتفاقا هم میزگردهایی بوده که خود اون جناح بیشتر بودن و هم میزگردهایی که دیدگاه های متضاد در کنار هم نشستن، خیلی هم مهربانانه با هم سخن گفتن. نقد درست طرف مقابل رو پذیرفتن از هر دو سو و نکات مثبت طرف مقابل رو روش انگشت گذاشتن، همان گونه که شما امروز بر بیانیه حزب مشروطه خواهان که نقد کرده جریان لندن رو و اون حرکت زشت رو علیه محکوم کرده، فقط نقد نکرده، محکوم کرده، محکوم کرده، بله نقد خوبی کرده. و اینها به نظر من میتوانند یک فضای بازتری برای همبستگی ملی ایجاد بکنند. اما اونایی که فکر میکنند با چماخهاشون یا با انگشتاشون یا با دشنامهاشون میتونن با دیگران سخن بگویند، مردم ایران در طول تاریخ بسیار از این جریانات چماقدار شعبان بیمخی دیدند، هر روزم که هستند،
و دیگه اعتمادی به اونها نیست. اونها دیگه شاید که نه قطعا راهی در دل مردم ندارن و ای بسا قوانین مدنی ایران فردا اصلا راهی برای حضور اونها در صحنه اجتماعی رو نگذارد، مگر اینکه تغییر بکنند، تغییر جدی و واقعی بکنند. از شما سپاس فراوان دارم و از بینندگان گرامی هم خواهش میکنم که نظر بدن درباره سخنان جناب اکبر کریمیان تا ما ببینیم که در آینده نزدیک چگونه میتونیم یک میزگرد پایدار در باره همین مسائل جاری کشورمون داشته باشیم. اگر فرمایشی دارید؟ خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از دعوت شما و امیدوارم که تمام نیروهای مردمی و دموکرات و آزادمنش، حالا حزب مشروطه یا مشروطه خواهان یا جمهوری خواهان، همه اینا به این نکته برسن که مردم احتیاج به کمک و ائتلاف دارن در مبارزه با این رژیم و ما باید با هم گفتمان کنیم. هیچ نیرویی نه درسته نه دموکراتیکه که در صدد حذف نیروی دیگری باشه. حذف نیروها، حذف فیزیکی، این یک عمل ارتجایی و واقعا فاشیسته که نمیشه تحمل کرد. اصلا مهم نیست که کی این عملیات فاشیستی رو برنامه ریزی کرده، چه کسی انجام میده. همه نیروهای دموکراتیک و مردمی باید در مقابل فاشیست بایستن. اصلا مهم نیست که در جمهوری اسلامی باشه یا در لندن یا در هر کجای دیگه. سپاسگزارم از دعوتتون. امیدوارم که ما روزهای روشنی رو در پیش داشته باشیم. درود بر شما و بدرود تا برنامه بعدی.